همکارم احمد سمدی همراه ماست احمد جزیات بیشتر رو درباره باستاب اقبال ایرانی ها به بازی همستر کامبت رو در رسانه های آلمان از تو بله خب اکثر روزنامه ها در اروپا و خب آلمان به این موضوع پرداختن این موضوع فراگیری شده در داخل ایران و تصاویر اون رو میبینیم که هر کس یک موبایل دستشه و داره روی صفحه موبایل خودش رو تاچ میکنه و یه بازی رو انجام میده اما خب این یک موضوعی هستش که الان فراگیر شده در رسانه های مختلف با تیترهای جالبی که امروز دیدم در این خصوص زدن از جمله دیول که خب با موضوع ترس آخوندها از یک بازی جدید در گوشی های هوشمند بهش اشاره شده و عمدتا هم به این مسئله اشاره میکنه که آخوندهایی مثل مکارم شیرازی اعلام میکنن که است... چون حال در پلتفرمی که ارائه شده میگن که میتونن از طریق درآمدهای ارزی داشته باشن از طریق رمز و این مکارم شیرازی گفته که حرام دستیابی به این رمز ارسا و بماند که خود جمهوری اسلامی در حال استخراج رمز ارز هست و اینها رو معمولا حرام میکنن برای مردم اما رسانه های دیگه هم به این موضوعات پرداختن با تیترهای مختلف از جمله نشریه انتیوی که گفته این بازی همستر کامبت در ایران طوفانی به پا کرده و به ویژه جوانان که دوست دارن حالا از این طریق یک کسب درآمدی با خودشون داشته باشن یا نشریه اسمارت فون مگزین که یک نشریه هست در هلند منتشر میشه اون هم گفته که این بازی جوانان رو به خودش مجذوب کرده و در همین تیتر هم به مسئله درآمدها اشاره شده اونچه که ما در این نشریات میبینیم عمدتا به این اشاره میکنن که وضعیت اقتصادی در ایران به قدری فاجعه بار هستش که جوانانی که به آینده امیدوار نیستن هر روزنه‌ای که پیدا میکنن از جمله یک چنین بازی هایی رو که انتهاش هم مشخص نیست چی هست سعی میکنن که از اون به اونها جذب بشن و از اون طریق کسب درآمد بکنن و به در اینکه حالا این بازی هم در در پلتفرم تلگرام ارائه شده و خب تلگرام هم در ایران مسدود شده هستش و فیلتر شده است این نشاد اشاره میکنن که در واقع این در حال این, این پلتفرم فیلتر هست که خب جمهوری اسلامی از طریق از, از, از طریق همین رسانه های فیلتر شده هم سعی میکنن که به داده های مردم دسترسی پیدا بکنه و یکی از مناقشاتی که در واقع این رسانه ها بهش اشاره کردن این هستش که در چنین شرایطی که مردم سعی میکنن از وی پی ها استفاده بکنن ممکن هستش که اطلاعات شخصی اونها هم در اختیار جمهوری اسلامی و دستگاه هم قرار بگیره و این رو جزء مناقشات اعلام کرد اما در مجموع خود این یک میتونه بازی باشه که میتونه برای به عنوان سرگرمی باشه اما خب به هر مناقشاتی هم داره مثل اعتیاد به بازی های کامپیوتری و همچنین حواس از مسائل روزمره زندگی که خب در این رسانه ها بهش اشاره شده ممنون از توضیحاتت احمد صمدی از برلی.